با سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ در 17 شهریور 1397 بر اثر موشکباران سپاه پاسداران به قلعه حزب دموکرات کردستان در شهر کویه کردستان عراق 16 نفر از اعضای رهبری، کادرها و پیشمرگان حزب دموکرات جونشون را از دست دادند. همزمان هم در ایران 3 زندانی سیاسی با توجه به کمپین های فراوانی به راه انداخته شده بود که اعدام نشن ولی اعدام شدند. 4 روز بعد از این جنایت جمهوری اسلامی مردم کردستان ایران در شهرهای متفاوت اعتصاباتی رو به طور کاملا مدنی و گسترده داشتند که این باعث شد در فضای سیاسی جامعه ایران و همچنین خارج از کشور انعکاس بسیار بالایی داشته باشه. برای گفتگوی بیشتر در مورد همین موضوع با جناب آقای دکتر آزاد محمدیانی مقیم هلند مصاحبه‌ای داریم که امیدوارم آقای دکتر صدای من رو داشته باشند. بله، سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای مصطفی عزیز و بینندگان گرامی این برنامه. آقای دکتر محمدیانی، با سلام و خوش آمدگویی و قبول از زحمتی که به هر حال ما مرتب در این برنامه سعی میکنیم از نظرات شما استفاده بکنیم، تازه از کردستان اومدید و مسائلی هست که بینندگان بهتر در جریان باشند و من اولین سوالم رو خدمت شما این هستش که بعد از این جنایت تروریستی که سپاه پاسداران هم از طریق هوایی و هم این که با اعدام این 3 زندانی سیاسی انجام شد، مردم اون اعتصابی رو که به طور کاملا گسترده در 17 شهر آغاز کردن، چطور بود این اعتصاب صورت گرفت و چه مسائلی باعث شد که این اعتصاب به این گستردگی باشه؟ چون 40 سال هست جمهوری اسلامی از همه امکانات استفاده میکنه تا بتونه فاصله ایجاد بکنه بین مردم و احزاب کردستان ایران. بفرمایید. درست میفرمایید. واقعیتش اینه که این اعتصاب اولین اعتصابی نبوده که مردم کردستان به شیوهی کاملا آگاهانه و فراگیر ترتیب دادن بر علیه سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در طی این 42 سال اخیر. اما چی شد که این اتفاق افتاد در بعد از حمله موشکی به قرارگاه حزب دموکرات کردستان در اون سال؟ به نظر من اعدام یا قضیه اعدام 3 جوان کرد که روزها و ماهای متمادی بود شده بود ورد زبان مردم و فضای مجازی و جامعه مدنی کردستان رو واداشته بود که حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشند و مخالفت بکنن با این موضوع. حتی کمپین های فراگیری در خصوص این قضیه شکل داده شده بود از طرف فعالین مدنی و سیاسی کردستان. فضا رو این موضوع فضا رو طوری کرده بود که هر لحظه ممکن بود یک اتفاقی بیفته که این موضوع با حمله موشکی به قرارگاه حزب دموکرات در همون روز یک انفجار اطلاعاتی، یک انفجار احساسی، یک انفجار نارضایتی در بین مردم کردستان به وجود آورد. این بود که فضای کردستان به شدت متأثر شد از این واقعیت. همزمان اعدام 3 جوان کرد علارغم مخالفت جامعه مدنی و مردم کرد و دهنکجی در واقع به مردم برای اعدام این 3 جوان و سپس حمله به حزب دموکرات و شهید کردن تعدادشون زیادی 16 نفر از رهبری این حزب دموکرات باعث شد که این جریان به شکل یک انفجار احساسی و مخالفت در بیاد به شیوهی که مردم برگشتن به اون
روش متمدنانه و مدنی خودشون که اعتصاب مخالفت مدنی یا مخالفت منفی بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایرانه. من فکر میکنم بیش از هر چیزی یعنی شکلگیری این اعتصابات برمیگرده به شیوه برخورد مردم با قضایابا و بحرانهایی که طی این 42 سال باهاشون دست به گریبان بودند. انتخاب روشی از مبارزه مدنی، مبارزه منفی که به نظر من در مرحله اول اگر ابراز نوعی از مخالفت با جمهوری اسلامی، یک روش بسیار کارساز برای سلامت نگه داشتن خودشون، برای سیف نگه داشتن خودشون، برای محافظت از جان خودشون، چون ما میدونیم که مردم کردستان در عرض این 42 سال به انواع مختلف تحت فشار و سرکوب و سرکوب بودن، اما روشی که مردم کردستان دست کم دو دهه اخیر برای مبارزه و مخالفت با این روش و شیوه های جمهوری اسلامی برگزیدن، روشیه که بیشتر از همه بتونه جونشون رو حفظ بکنه و اونم اعتصابه. به خصوص اگه اعتصاب به این شیوهی که در 21 شهریور اتفاق افتاد فراگیر باشه، چون هم به حیث اینکه دولت نمیتونه، حکومت نمیتونه به شیوه قهری برخورد بکنه با این حجم گسترده از مردم که مشارکت کردن در اعتصاب، و هم اینکه اصولا برخورد با اعتصاب در هیچ جای دنیا برخورد قهری نمیتونه باشه، اصلا نمیتونه جواب بده. آقای محمد، یعنی خب یک سری مسائل هم در داخل کشور بود، مخصوصا در کردستان ایران. به نظر شما خود همین فضای سیاسی که در کردستان ایران حاکم هست تا چه اندازه‌ای باعث شد که این اعتصاب گسترده صورت بگیره؟ چون فضای سیاسی کردستان، شما به اون اشاره کردی، فضای سیاسی کاملا زنده هست، مردم متحدی داره و هرچند رسانه‌ای به طور آزاد در اونجا وجود نداره، اما مردم با استفاده از همین فضای مجازی که به اون اشاره کردید همدیگر رو در جریان آخرین اخبار قرار میدن. چه تأثیری داره همین فضای سیاسی کردستان بر اعتصاب‌هایی که چه در اون زمان و چه بعدن صورت میگیره؟ ببینین، بعد از اینکه اصلا فضای مجازی یا سوشیال مدیا تونست وارد زندگی مردم به طور عام بشه، پروسه سیاسی یا فرایندهای سیاسی در همه دنیا، به خصوص در اون جاهایی از دنیا که تحت تأثیر سانسور و نوعی حکومت اقتدارگرا هستند که مجاری اخباری و رسانه‌ای رو سعی داره به بنده، بیشترین تأثیر رو داره. کردستان هم به تبعیت از این شرایط جهانی و به تأثیر از حضور مسلم مسمیدیا و فضای مجازی تونسته راهکارهای بهتری رو برای ارتباط گیری، برای هماهنگی، برای اتحاد، برای یک اقدام جمعی در برابر مسائل پیدا بکنه. طبیعتا شرایط سیاسی، همچنان که خودتون گفتین، شرایط سیاسی کردستان تفاوت‌های اساسی داره با اون چیزی که در ایران به طور کلی در جریانه. 42 سال یک مبارزه ممتد و زندهی در جریان 42 ساله که مردم به گونه ها و انهای مختلف در صحنه هستند در مخالفت با سیاست های قهری جمهوری اسلامی، با سیاست های سلبی جمهوری اسلامی نسبت با مردم کرد و بقیه اتنیک های دیگه ایران، و این شرایط مضاف بر اون وضعیت جهانی که ایجاد شده، یعنی میتونیم بگیم یک فرصتی ایجاد کرده برای مردم که بتونن همدیگر رو پیدا کنن، بتونن با همدیگه مسائلشون رو به اشتراک بذارن، بتونن
موضوعات رو پیگیری بکنن، بتونن یک فضایی رو به وجود بیارن که در هماهنگی با همدیگر عکس عمل نشون بدن نسبت به اون اتفاقاتی که در صحنه اجتماعی در جریانه. همه اینا باعث شده که این اعتصابات بتونن بهتر شکل بگیرن، بتونن تأثیر بیشتری داشته باشن هم بر فضای بعد از اعتصابات یا اعتصابات در کردستان، در ایران و در نظام بین الملل به طور عام. اینه که ما میتونیم اینو در یک کانتکس بزرگتری بررسی کنیم، اونم این فضای جهانیه که باعث شده که اعتصابات امکان بروزش بیشتر بشه و اگه محقق شد تأثیر گذاریش بتونه بیشتر هم در من همین مسئله رو آقای محمدیانی میخواستم بهش اشاره بکنم که خب بسیار گفته میشه در مورد مزایای مبارزه مدنی، هم خب مبارزه مدنی در یک جامعه مدنی هست، در جامعه صورت میگیره که به هر حال بشه اون رو تعریف کرد در چارچوب مدنیت. اما جمهوری اسلامی بوی از مدنیت نبرده، وقتی فعال مدنی رو دستگیر میکنه، وقتی فعال محیط زیست رو اعدام میکنه و از این مسائل به هر حال زیاد هست در ایران. شما خودتون یک فعال مدنی و سیاسی بودید، اما بناچار بر اثر فشارهای سیاسی و امنیتی که بر شما بود ناچار شدی که حالا در هلند زندگی بکنید. سوال من این هستش که با این همه فشارهایی که به فعالین در داخل کشور هست، به مبارزه مدنی هست، اما آیا این اعتصاب‌ها، این تظاهرات میتونه تأثیر بذاره بر تصمیم گیری های کلان مثلا جمهوری اسلامی در مورد کردستان؟ ببینید، من معتقدم که جمهوری اسلامی و اصولا حکومت های اقتدارگرا، حکومت هایی که به این شیوه دارن حکمرانیشون رو پیش میبرن، زیاد گوش نمیدن به این که مردم چی میگن. اونا معتقدن که هرچی بیشتر در برابر خواسته مردم مقاومت کنن بهتر میتونن کنترلشون کنن. اصلا این خصلت این جور حکومت هاست، این نوع حکومت هاست که با موضوعات مختلف یک شیوه همسان برای برخورد یا اصولا حلی که وجود نداره حلش دارن، اونم برخورد قهری و مقاومته. اما نمیتونیم بگیم هیچ تأثیری نداره. تأثیر این چیه؟ تأثیر این اعتصابات اینه که البته بر تصمیم گیری حاکمان جمهوری اسلامی یا حکومت هایی مثل جمهوری اسلامی، اینه که اونا بیشتر از پیش پی میبرن به این که مردمی هستند که پشتیبان جریان های سیاسی یا احزاب سیاسی هستند که سالها دارن مبارزه میکنن، یک. دو، این که مردمی هستند که اتحاد دارن، هم بستگی دارن، اگه شرایط رو به سمتی ببرن که مردم مجبور بشن به شیوهی دیگری عکس العمل نشون بدن، یعنی صرفا اعتصاب نباشه بلکه حضور خیابانی باشه، حضور اعتراضی در فضای عمومی اجتماعی باشه، امکان کنترلش بسیار سخت‌تره. چرا؟ چون این مردم یک پارچه هستن، چون این مردم به خود آگاهی اجتماعی و سیاسی رسیدن و اگه این شرایط بروز پیدا بکنه احتمال اینکه کنترل بکنن بسیار سخت‌تره و این به نظر من یک حالت بازدارندگی داره برای سیاست‌هایی که در خیالشون هست و امکان داره بخوان پیگیری بکنن، امکان داره بخوان مورد مداقه قرار بدن این موضوعاتی رو که ممکنه حساسیت بیشتر مردم کردستان رو بر بیانگیزه. بنابراین اگر شما با یک چنین حکومتی روبرو هستیم که کمترین توجه رو به خواسته مردم داره و بیشترین مقاومت رو داره در برابر خواسته مردم، ولی به هر حال نمیتونه در برابر یک پارچگی مردمی که هم صدا اعتصاب کردن بدون عکس العمل باشه و برنامه‌ای نداشته باشه براش و یا
نخواد مورد تأثیر قرار بده این شیوه رفتار مدنی مورد کرد رو در سیاست هایی که در آینده احتمالاً مورد پیگیری قرار بده. و یک موضوع دیگر رو که من لازمه بهش بپردازم اینه که فرمودیم که مردم به شیوه مدنی حضور دارن در برابر حکومتی که اصلا مدنیتی سرش نمیشه. اصولا مردمی که در حال مبارزه هستند و به لحاظ نظامی شاید توان این رو نداشته باشند که با یک حکومت این چنین مسلحی برخورد نظامی و رو در روی داشته باشند، بهترین راه مبارزه مدنیه. چرا که تو به لحاظ مدنی و به لحاظ اخلاقی یک درسی رو به حاکمان میدی، اونم اینه که تو علارغم این که با شدیدترین و بدترین شیعه با تو برخورد شده، ولی با مدنی ترین روش داری جوابشو میدی و به لحاظ اخلاقی داری فراتر از اون چیزی که تصور حاکمان اون کشور یا جمهوری یا ایرانه، داری موضوعی رو مطرح میکنی که اون موضوع جوابش در جوامع دیگه‌ای که به این شیوه مدنی نشده، اسلحه، گلوله، شمشیر یا روش‌های قهری و مبارزه رو در رو باشه. شیوه‌ای که مردم کردستان به نظر من علارغم همه ناملایمات و فشارهایی که بر روشون بوده یاد گرفتن و خیلی خوبم یاد گرفتن و من معتقدم که خیلی خوب جواب داده و باعث شده که جامعه جهانی هم حتی نسبت به این موضوعات حساسیت پیدا بکنه و بیاد روی خط و پیگیری بکنه مسائل و موضوعات کردستان رو. جالبیش این هستش که آقای محمد یعنی چقدر این مسئله تأثیر میذاره، مسئله اعتصاب بر حاکمیت تمامیت خواه و باعث میشه که حساب دستش بیاد، به همون اندازه هم برای مردم یک اعلام پیروزی بزرگی هست. چون من خودم شرکت داشتم در این اعتصابات و در این مبارزات مدنی، بعد از اون تظاهرات یا بعد از اون اعتصابهایی که صورت می گرفت، این که مردم همه می دیدند که یک دست یک شهر تعطیل میشه و با هم متحد هستند و حاکمیت هیچ کاری از دستش بر نمیاد، این قدرت رو مردم بهش میبالیدند و خوشحال بودند که با دست خالی میتونند هرچند به هر حال کم یا زیاد اما خودی نشون بدن در برابر حاکمیت تمامیت خواه. آقای محمد یعنی خب مردم در روز 21 شهریور ماه در کردستان در جواب مرکز همکاری احزاب کردستان ایران این اعتصاب رو، این اعتصاب گسترده رو داشتن. احزاب تا چه اندازه این مبارزه مدنی رو از آغاز تا اکنون تونستند بین مردم کردستان ایران تبلیغ بکنند و در این زمینه موفق بودند؟ ببینین، من به این که احزاب سیاسی کردستان پایگاه اجتماعی عریض و طویلی دارند، به این که این احزاب یه جامعه هدف بسیار قوی و حساسی دارند، به این که مردم کردستان نسبت به احزاب سیاسی خودشون به خصوص احزابی که در اتاق همکاری احزاب سیاسی کردستان ایران هستن حساسیت دارند و بخش بسیار بزرگی از شیوه نگرش اونها رو تشکیل میده، من به این هیچ شکی ندارم. اما من معتقدم که تصمیم گیری این اتاق خود تأثیر گرفته بود از این شرایط روانی که در کردستان حاکم بود. یعنی من باید دستمریزاد بگم به اون مشاورانی که در داخل کردستان به احزاب سیاسی موجود در این اتاق
مشاوره دادن در مورد اینکه این اعتصابات رو سازمان بدن و اعلام بکنن روزش رو، چرا که اینقدر شرایط در کردستان فراهم بود برای این اعتصاب، اینقدر حساسیت مردم زیاد شده بود نسبت به این دو موضوع و اینقدر جریحه دار شده بود روح مردمی که ماها بود در مخالفت با اعدام این سه جوان کرد کمپین به راه انداخته بودن و جمهوری اسلامی بهشون دهنکجی داده بود و علارغم اعدام این سه نفر به یکی از مؤثرترین احزاب سیاسی کرد حمله موشکی میکنه و شماری از بهترین رهبرانش رو به شهادت میرسونه. این فضا به حدی آماده بود که شاید اگه این اتاق همکاری احزاب کردستان ایران این اعلام نمی کرد این اعتصابات رو و یک حزب سیاسی دیگه یا یک جریان دیگه اینو اعلام می کرد نتیجه می گرفت. من فکر می کنم این متقابله، یعنی اون پذیرش اون حس مخالفت و اعتراضی مردم در داخل کردستان و احزاب سیاسی کرد اپوزیسیون در بیرون از کردستان ایران یک رابطه متقابل، یک حس متقابل وجود داشته که تونسته در هماهنگی و در تعامل با هم دیگه باعث بشه به این اعتصابات شکل بگیره. لذا من معتقدم که اعلام این اعتصابات به موقع بوده، خیلی هوشمندانه بوده و در تعامل با شرایطی بوده که در کردستان ایران وجود داشته و مردم کرد بیشتر از هر موقعیت دیگری هماهنگ و آماده بودند برای برگزاری و تحقق چنین اعتصابی. بله. آقای دکتر محمد، یعنی من همین چند وقت پیش بود با یکی از دوستان فعال سیاسی که صحبت میکردم، میگفت که راز ماندگاری حزب دموکرات کردستان این هستش که با مردم خودش هماهنگه، با عرف و با مبارزه و با همه چیز مردم خودش هماهنگه و خاک رو از دست نداده، مرتب با مردم در ارتباط هست. اما اینجا یک مسئله ای هم که برای من وقتی به قضیه نگاه میکنم مهم هست، احزاب، تشکلها، سازمانهای سیاسی و مدنی هست که در کردستان ایران فعالیت میکنند. اونها در این پل تونستن چه نقشی رو ایفا بکنند در مورد اعتصابهای گسترده؟ ببینین، در کردستان ایران یک سری از تشکل‌های سیاسی حضور دارن و دارن فعالیت میکنن. بخشی از اینا تشکل‌های سیاسی هستن که وابسته به جریان‌های سیاسی مرکز هستن، جریان‌هایی که طی دو دهه اخیر، دو دهه و نیم اخیر در صحنه سیاسی ایران وجود داشتن و تونستن سربازگیری بکنن در واقع در کردستان و بخشی از مردم کردستان رو با خودشون همراه بکنن. البته این من همیشه گفتم همراهی این بخش از مردم کردستان با جریان‌های تحول‌خواه مرکز به این دلیل نیست که اونا واقعا اعتقاد دارن به این روش سیاست، بلکه پوششی بوده برای کار کردن در کردستان یا در ایرانی که اصولا هیچ نوع امکانی برای فعالیت سیاسی وجود نداره. بخشی از این مردمی که یا فعالین سیاسی که همکاری میکنن با احزاب سیاسی مرکز به خصوص اصلاح طلبان، اصولا اینا کمتر در جغرافیای گفتمان سیاسی ملی کردستان میتونن بگنجند. بخشی دیگری از تشکل‌های سیاسی که من فکر میکنم در چارچوب کلان گفتمان سیاسی ملی کردی فعالیت میکنند، اونا نقش طبیعتا مهمی دارند در آماده سازی افکار عمومی برای برگزاری چنین اعتصابات یا اعتراضات یا رسیدن به اجماع در مورد این جور اتفاقاتی که در کردستان میفته.
درسته این احزاب شاید امکان این که اعلام بکنن همچین اعتصاباتی رو یا حضور خیابانی مردم رو، ولی میتونن در هماهنگی با اپوزیسیون بیرون، با احزاب سیاسی کردی بیرون، زمینه و بستر رو برای موفقیت چنین اعتصاباتی فراهم بکنن که ما کما اینکه ما دیدیم شرایط در اون مقطع به طوری بود که بخشی از این نیروها که امکان اسم بردنشون شاید نداشته باشه، وجود نداشته باشه به دلیل شرایطی که درش زندگی میکنن، درش فعالیت میکنن، ولی شاهد بودیم که در هماهنگی با این اعتصابات و شرایطی که اعتصابات رو شکل داد فعالیت میکردند و حضور مدنی و حضور فیزیکی داشتن در بین مردم برای موفقیت همچین اعتصابی. طبیعتا همچنان که گفتم، قبلا هم گفتم، این حضور یک حضور تعاملیه، در تعامل با مردم، تعامل با احزاب سیاسی بیرون. یعنی من میتونم بگم این احزاب یا این تشکل‌های مدنی در داخل کردستان ایران نقش یک پل رو بازی میکنن، یک پل رو بین احزاب سیاسی بیرون و مردمی که کمتر آگاهی دارن به نسبت اتفاقاتی که روزانه در ایران میفته یا حساسیتشون کمتره. اونا میتونن نقش کاتالیزور رو انجام بدن که کما این که دیدیم در مقاطع مختلف این اتفاق افتاده و تونستن با موفقیت خیلی زیادی این نقش رو ایفا بکنن و کمک بکنن به شکل گیری و موفقیت و پیروزی همچین اعتصاباتی در کردستان ایران. آقای دکتر محمدیانی گرامی، به عنوان آخرین سوال، چون ما 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم، بعضی از احزاب تمامیت خواه یا مرکز نشین برحال پیش میاد در برنامه هایی که هست احزاب کردستان رو به احزاب منطقه‌ای و قومی و محلی، مخصوصا این کلمه رو به عنوان تحقیر استفاده میکنن. وقتی حزب میاد اعلام میکنه که مردم اعتصاب بکنید و 17 شهر بزرگ اعتصاب میکنند، آیا این احزاب رو شما چطور تعریف میکنید؟ واقعیتش این بیشتر شبیه یک جوکه تا یه ابراز نظر. ببینیم، این که حزب دموکرات کردستان یا احزاب کردستان ایران احزابی هستن که جغرافیای نفوذشون کردستان ایرانه، این واقعیته. وقتی احزاب سیاسی پیرامون شکاف‌های اجتماعی شکل میگیرن، این واقعیت علمی و تئوریکه. شکاف ملی باعث از شکل گیری احزاب ملی میشه، شکاف طبقاتی باعث شکل گیری شکاف احزاب چپ و مارکسیستی و طبقاتی میشه و الی آخر. طبیعتا احزاب سیاسی کردستان هم جغرافیای نفوذشون کردستانه، این واقعیت رو نمیشه انکارش کرد. و اما من یه سوال دارم همیشه از احزاب سیاسی که به احزاب کردی میگن احزاب محلی و منطقه‌ای برای تقلیل فعالیت‌های اونا یا نشون دادن کمترین نفوذ احزاب کردی در ایران، این جملات یا این اصطلاحات رو به کار میگیرن. من سوال دارم ازشون که اونا تا عرض این 42 سال تونستن چه اعتراض، چه اعتصابی رو در ایران تشکیل بدن، چقدر جامعه هدف دارن، چقدر مردم گوش میدن به حرفای اونا، چقدر مردم اعتماد دارن به حرفاشون. ببینین، من همیشه گفتم آماده ترین اپوزیسیون ایران اپوزیسیون کرده. ما اپوزیسیون در ایران خیلی داریم، احزاب سیاسی داریم که تعدادشون از انگشتای دست بیشتر نیست، احزابی داریم که شاید بیشتر باشن، احزابی داریم که سابقه خیلی طولانی هم دارن، ولی آیا توان بسیج عمومی مردم رو دارن؟ نه. من چرا میگم ایران کردستان آماده ترین اپوزیسیون داره؟ ببینیم، اپوزیسیون به خودی خود نمیتونه کارساز باشه. اپوزیسیون زمانی میتونه تأثیرگذار باشه که توان تبدیل شدن به آلترناتیو داشته باشه، به بدیل رو داشته باشه. هیچ کدوم از احزاب سیاسی
الان ایران این توان رو نداشتند. نداشتن و ندارن. هیچ کدوم نتونستن اعتمادی رو در بین مردم جلب کنن، چشمندازی از آینده به مردم بدن که مردم به چشم آلترناتیو به اونا نگاه کنن. اما کردستان و احزاب سیاسی کرد میتونن هر نوع آلترناتیو هر نوع حکومتی باشن که در الان در ایران و در سابق و در آینده وجود خواهد داشت یا وجود داره. چرا؟ چون مردم بهشون اعتماد دارن، پایگاه اجتماعی گسترده‌ای دارن، توان بسیج عمومی دارن و چشمندازی رو برای مردم ترسیم میکنن که مردم میتونن مشکلات خودشون رو در داخل گفتمانی که این چشمنداز رو به مردم نشون میده پیدا بکنن. بنابراین همچین نگاهی به احزاب سیاسی کردی بیشتر از این که یک ابراز نظر سیاسی باشه، یک نوع به نظر من شانه خالی کردن از وظیفه‌ای هست که اونا روشونشون هست، این که مردم نتونستن به طوری فعالیت بکنن که مردم بهشون اعتماد بکنه و مردم اونها رو بدیل حکومت جمهوری اسلامی ایران بدونه. چیزی که در کردستان واقعیت اینه وجود داره و مردم احزاب کردی رو بدیل هر نوع حکومتی میدونن که الان در ایران حکومت میکنه و در آینده شاید بخواد حکومت بکنه. من یادم نمیره برای تایید صحبتهای شما که مرحوم آقای امیرانتظام میگفت کاش همه جا مثل کردستان بود، ما تکلیفمون با کردستان روشنه. چون وقتی میخواییم در مورد مسائل سیاسی با کردستان صحبت بکنیم حزب دموکرات هست. با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر آزاد محمدیانی که در برنامه حضور داشتن، البته بینندگان گرامی قرار بود که جناب آقای بهزاد خوشحالی هم باشن در این برنامه، اما متاسفانه به دلیل مشکلات فنی که داشتند نتونستیم در خدمت این مهمان بزرگوار هم باشیم. تا برنامه آینده بینندگان گرامی برنامه دیالوگ و همچنین جناب آقای دکتر آزاد محمدیانی، شاد و سربلند باشید.